بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. شکست دل خدا خدا نمی کنی، خدای چار ساز را چرا صدا نمی کنی، به هر لبی دعای تو فرشته بوسه می زند، برای دردی به امان چرا دعا نمی کنی، با قطر قطر اشکی تو. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الصلاه والسلام على رسوله محمد الذي انقذنا برسالته الى رضوان الله، وعلى اله واصحابه الذين فازوا بمجاهدتهم جنان الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال ربنا تبارك وتعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم يوم لا خلة فيه ولا شفاعة. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: مسلمان معزز محسن سفيدان قرام قدر جوانان وجوانان عزيز بزرگان أهالين متدين خواهران ومدران كي بگم به حق گوش فرامی دهند و بگم به حق ارزش قائل استند. الله رب العزت نعمت بزرگی برای ما شما ارزانی فرموده که ما را از تاریکی ها به سوی روشنی راهنمایی کرده. بشریت همه در گمراهی بودند، در تاریکی بودند، در جهل بودند، و همین جهلی که بشریت داشت پروردگار برایشان نور روان کرد به نام قرآن. تقریبا چیز کم 600 سال تمام انسانیت رابطه‌اش از آسمان قطع بود، وحی آسمانی تحریف شده بود، وحی که به موسی علیه السلام، به عیسی علیه السلام، به سایر پیغمبر علیه السلام نازل شده بود، پیروان ناخلفشان او را تغییر دادن، تحریف کردن، بشریت را در یک تاریکی نگاه کرده بودند. همه انسان ها چنان در تاریکی بودند که رابطهشان با آسمان قطع شده بود. به نام دین چیزی که وجود داشت او خلاف رضامندی الله بود. یهودیت خلاف خواسته الله بود، مسیحیت خلاف رضای الله بود، و همچنان دینی که به نام ابراهیم علیه السلام و حنیفیت یاد میشد او هم خلاف مرضی الله جل جلاله روان بود. ولی الله رب العزت اینا را مهلت داده بود تا اینکه پروردگار فضل کرد، نوری را آورد به نام اسلام و قرآن و بشریت. اسلام خود دین کل پیغمبر ها بود، خود شریعت را به نام شریعت اسلامی الله نازل کرد، کتاب را به نام قرآن الله رب العزت نازل کرد، بشریت از تاریکی به سوی روشنایی هدایت و رهنمون کرد. این از لطف خاص خدا بود که ما هم در اون زمانه، اگر ما قبل از زمان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودیم، ما کی بودیم؟ در این جغرافیه که ما زندگی میکنیم اینجا مردم های زرتشتی ها بودن و بودایی ها و سکه ها، این سه نفر اینجا حکومت کردن. یک مقدار مردم ها سکه ها بودن که اینجا بودوباش میکردن و از اهالی قدیم این جغرافیه که ما هستیم اینجا بودن، و یا که مهاجرین از طرف شبه قاره هندی آمده بودن در این مناطق آباد شده بودن، یک عده دیگه از زرتشتی ها بودن که از مناطق غربی این جغرافی ما آمده بودن، از مناطق خراسان غربی یا ایران از این مناطق آمده بودن. اینا زرتشتی ها بودن که پیرو آتش پرست بودن و پیرو مسلک مزدکی ها و زرتشت و امثال از این بودن، و اونا هم به گمراهی
یک دیدگی شان که در مناطق مرکزی خراسان زندگی میکردن، مردم های بودایی ها بودن که اونا به دین بودایی بودن و این بودایی ها اینا هم از قدامت بسیار زیاد در جغرافیا برخوردار بودن. علم شکل در عصر کاشانی ها و عصر ساسانی ها عصور مختلفی که بالای باختری ها و آریایی ها سری مردم ها تیر شده در جغرافیه که ماستیم، ما اگر در اون زمان می بوده آل خدا که با کدام بود نظرانه تقدیم می کرده از دنیا می رفتیم، یا با کدام بود و با کدام آتش و با کدام آفتاب و محتاب و با چی سجده کنان از دنیا می رفتیم. ولی الله فضل کرد که ما را در اون زمان نیافرید، چون این نوری وجود نداشت، تاریکی بوده. اون علایمش تا این روز معلوم میشه، علایم شرک و کفریاتی که از موجود بوده او تا این روز هم است. مثلا مجسمه بوده را در وقت بالا میکردن. این شکل آثار دیگه ای که از عصر کاشانی ها و عصر ساسانی ها و قبل از او از عصر آریایی ها و باختریان تا این روز مانده این 5000 سالی که افغانستان میگم گذشته تاریخ شان قسمی بوده. ولی الله جل جلاله فضل کرد ما را در اون مقطع تاریخ خلق نکرد، بلکه در یک مقطع دیگه. و اگر گیریم در مقطع حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم میبودیم، با این سختی و این ضعیفی ایمانی که امروز ما داریم، این گمراهی هایی که ما امروز داریم، در اون زمان میبودیم. یک کسی از یک عالم از این علمای موجوده مشما کس پرسان کرد، گفت برای تو فلا مولی صاحب از این مولی صاحب سلام آمد پرسان کرده بود، گفت مولی صاحب کاش که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم میبودیم. گفت خوب است که در اون زمان نبود، یا منافق نبود یا مرتد و کافر مشرک. به خاطر اینکه ایمانی که امروز داری چی کردی که در اون زمان، اگر اون ایمان امروز در اون زمان میبود تو از جمله منافقین حساب میشدی. خالق پروردگار فضل کرده است که زیاد نمیگیره. اگر نه این ایمانی که ما داریم، اگر این ایمان در عصر صحابه ما رو برمیرد، رای از دوله از اسلام خارج بوده. چرا کجای ما با اسلام برابر است؟ کدام چیز ما مطابق با دستورات دین ماست؟ به اون خاطر خیلی جواب خوبش برش داد که در اون زمان خوب است که نبودیم، اگر می بودیم یا از منافقی حساب می شدیم و یا از مشرکین و مرتدین همساری هستیم. به خاطر که دین تقاضای خیلی بلند داره و ما هیچ چیز در مقابل دین نکردیم. اصحاب کرام مثل ما شما رو وارد نبودن. اصحاب کرام کسانی بودن که جانشان را، مالشان را، زبانشان را، وقتشان را، از همه چیز به خاطر دین تیر بودن. حتی آن چیزی که مردم به نام عزت و غیرت و حمیت و قومیت میدن از اینا تیر بودن. به خاطر دین یک صحابی به صحابی دیگه میگه که من دو دانه زن دارم. سعد رضی الله تعالی عنه، سعد بن معاذ برای حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه برش میگه من دو زن دارم، مال دارم. تو که برادر دینیم شدی، ما هر کدام زنها را که تو میخوای بود طلاق میدم که عدتش پوره شد به نکاح شرعی تو رو بگیم. و مال هم دارم، بیا خودت نصف مال من میشه تو بگیری میشه برای ما باید. عبدالرحمن بن عوف برش میگه که الله برکت برده در مال و در اهل و عیالت، ما نه مال کار دارم نه اهل و عیالت کار دارم، مرا بازار نشان بده میرم تجارت میکنم. عمو بود که عبدالرحمن بن عوف بجد پنیر فروشی، یک پنیر یک کلچه دو کلچه عمده خریده بود، وزو به کم کم پرچون میفروخت. تا به کس شد که عبدالرحمن بن عوف از بزرگترین تجارای مدینه. حتی در عصر مجاعت که به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه قافله را روان کرد به شام، قافله آمد به مدینه منوره، عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه برش رفت همراه سعد و همراه چند از بزرگان مدینه و سرمایه‌داران مدینه. نمی‌فهمند که این قافله از کیست. گفتن این قافله را ما می‌خریم. قافله سالار باش میگم این قافله فروشی نیست. میگه چی میگی؟ میگه برای ما گفته که شما صرف مدینه بیارید، برای ما اجازه فروش از این را نداره، قافله از کسی دیگه است. میفهم که ما با چی نیت میخریم. ما برای خود نمیخریم که برای عیال خود توزیع کنیم. ما اینا به خاطر میخریم که برای گرسنه های مدینه توزیع کنیم. میره چون قحطی آمده بود، خشکسالی بود دیگه، به اون خاطر ما اینا توزیع میکنیم. این سر ما بفروشید اینا، شما اینا به بازار ندیم که مردم اینا دکاندارا بخره و دکاندارا بفروشن. ما رایگان توزیع میکنیم، اینا سر ما بفروشید فایده برتون میدیم. او را که بسیار خوشحال برش میاره میگه این قافله از عبدالرحمن از عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه بن ازو بره صاحب قافله او است. پیش از او که میره میگه هزار شکر که تو بار کردی آمدی. این را چی میکنی؟ میگه تجارت. به تجارت؟ بلکل صحیح. نعمت تجارت. بهترین وقت تجارت کردی. الله برات خیر بده که آسانی او دی بالای مردم مدینه. خب این تجارت چی را برای ما بده؟ سر ما بفروش تجارت تام کن. از تو ثواب شد که از شام به مدینه رساندیش. آن این قافله را ما توزیع میکنیم. گفت چه قسم توزیع میکنیم؟ و ما در بین اهل مکه توزیع میکنیم، با اهل مدینه توزیع میکنیم. و برش میگه خب شما چند میخرید؟
گفت نیم برابر برات فایده میدیم دیگه، کلش حساب برچنده شد نیم برابر فایده برات میدیم. نه گفت کم است، کسی زیاد میخره. گفت یک برابر فایده میدیم. گفت از یک کسی بالاخره پنج برابر برش میگه، یعنی 5000 شتر قیمت شمید پردازه من باید فایده بر ما بگیره. گفت نه از یک هم کسی بالا میخره. عبدالرحمن ابن عوف برش میگه، میگه ما سرمایه دارای مدینه خود ماستیم، همین در حجاز از ما که کسی سرمایه دار نیست. ای کی است که از ما کدام بلند میخره؟ اینمی که آمده پیش روید که همین مردمایی که داوطلب حاضر شدن و میخواه که ای را به داوطلبی بخرم خینمی ها سرمایدارای حجاز خینمی هستن. او برش میگه، میگه ما ای را یک کسی از ده برابر میخرم. ای کی است که ما نمیشناسیم که سرمایدارا ما نم؟ گو بله الله رب العزت از در قرآن آمده که من جاء بالحسن فله عشر امثالها، کسی که یک نیکی بکنه ده برابر در دنیا میبینه و صد برابر و افصد برابر و چارده صد و الا ماشاءالله از عفر آخرت میبینم. عبدالرحمن ابن عوف برش میگه به این وقت در الله رب العزت چون از دنه میتونیم واقعا او خزانه آسمان زمین و ما هایی که در بالا دیگه توان ما نیستی بخریم. او گفت نه ما ایره به فروش نه آوردیم، ایره به توزیع آوردیم، خود ما ای خیر شما که میخواییم بره قافله از خود روان کنیم. یعنی فکر کنید امو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه از یک ابتدایی ترینی چی شروع میکنه؟ تجارت ابتدایی ترین و تجارت حلال، تجارت موافق به شریعت که هیچگاه تجارتی را از نماز نمانده، از جماعت نماندهش، از جهاد نماندهش، از طلب علم نماندهش، از کارهایی که یک مؤمن از زندگیش توقع میره که باید بکنه عبدالرحمن ابن عوف رو گذاشت نکرده بود. از خاطر عبدالرحمن ابن عوف این از همه چیز تیر بود سعد برای عبدالرحمن، ولی زندگی عبدالرحمن آینده چی شد که برابر سعد و از قدر بالاتر اقتصاد پیدا کرد. به این شکل تمام اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم و ارضاهم زندگیشان شبیه ما نبود، زندگیشان میلیون مرتبه از ما کرده بالا بود، در عرصه اقتصاد، سیاست، تقوا، پرهیزگاری هر عرصه از ما کرده خوبتر بودن. اقتصاد این را نمیگه که زیاد سرمایه را هنگفت کنید، اقتصاد او را میگه که میانه‌روی در عواید و مصرف باشد. صحابه همینجوری بودن، چیزی که پیدا میکنن در رای الله پس مصرف میکرد، باز الله عوض میداد، باز یک صحابی هم تگدی نکرده است. بیشتر از 120,000 اصحاب بودن و یا اولی 30,000 تا شهدا و شهدا و وفات شده در عهد رسول، اینه به 130,000 140,000 صحابه میرسید. یکیشان گدایی نکرده، در طول تاریخشان ثابت نیست که اصحاب گدایی کرده باشد. هیچی در یک تاریخ ضعیف دروغ هم کرد بشان نوشته نکرده باشد. ما در این نقطه زیاد باریدیم. ما همین پیشن سوال بود که همین فقر سر صحابه از ما که زیاد کیر شده، آیا صحابه می تو دست به کس دراز کرد؟ دیدید که اصلا دراز نکرد، تگدی نکرد. اما بالاترین خواستهشان از امیر المؤمنین بود، میامد نگه این چیز مالا برم بدید و یه از امیر المؤمنین حقشان است، گدایی نیست، مادونا سر امیر خود حق دارن که از پیشان بخواد. یعنی حتی میگه ما که شنیدیم که پیغمبر علیه السلام زمان فرمود که سؤال از ذلت است، اگرچه از پدر و مادر هم باشه ذلت است. میگه چیز را سؤال نکن. میگه ما میدیدیم که اصحاب یک قمچینشان میفتاد کسی هم نمیگه فلانی هم قمچین مرا بلنکی هم بنابه سوال است، با این میشد خودش قمچینشان میگیره بالای از بو امو مرکب اولا خود سوال میشد. این اصحاب کسانی بودن زندگی ماندگار به خاطر از اینمی گپ داشتن که وا ایمان داشتن آنچه که ما داریم زندگی خیلی خیلی ارزشمند بالاست. مسلمان هم محترم، الله تعالی جل و علا شانهو در زندگی که ما داریم ما را امتحان میکنن، آزمایش میکنن. در این آزمایش یک عده ناکام و یک عده کامیاب. در این نظری الله رب العزت معلوم است که چی کسی کامیاب و چی کسی ناکام، این الله رب العزت پیش خود معلوم کرده. اما در علم ظهور میرساند، الله جل جلاله این را در علم ظهور میرساند، برای بشریت نشان میده، میگه که کی کامیاب و کی ناکام، این را برای بشریت نشان میده. از اون خاطر ما تلاش کنیم، کوشش کنیم تا اون کامیابی که الله را مقدر ساخته است که باید به اون کامیابی انسان برسن، اون کامیابی را از آن خود کنیم. این چیزی که ما قرار داریم در راهی که ما میریم، این راه فانی است. در چیزی که ما وقت خود مصرف میکنیم، این هم فانی است. یعنی کل من علیها فان، همه اش فنا شونده هستند. خانه، کاشانه، زندگی بود، همه چیزی که ما داریم این همه ای به فنا است. اما آنچه که باقی میمونه، آنچه که باقی میمونه، اون رضامندی الله، طلب رضای الله، ذکر الله جل جلاله، یاد الله، دین الله، این چیز باقی است. باید باید ببینیم که شبانه روز ما یک تقسیم اوقات با خود جور کنیم که شبانه روزی ما چند ساعت به خاطر دین، چند ساعت به خاطر دنیای ما کار میکنیم.
خود به خود اعمال تعظیمی یک طور کرده بود پیش پروردگار. پیش پروردگار اعمال تعظیمی ها رو واضح کرده بود این حال در خود تکیت جنت و دوزخ تو میتونی که بنویسی اگر خود محاسبه کنی. و این اصل شرعی است الله جل جلاله اجازه از این داده برای ما. انسان با خود محاسبه کنه که ما در شبانه روزی خود چند سال به خاطر آخرت خود کار میکنم، چند سال به خاطر دنیا. این ما یکی از صبح تا بگاه میخید مگر من محاسبه کنید زیاد زیاد کارم برای دنیای ما است، کم کارم برای آخرت ما. پس ما انسان ناکام است. ما و امثال ما که زندگی بیشترشان در عرصه دنیا تیر میشن، این انسان ها کامیاب نیستن. اما انسان های کامیاب کسانی هستند که بیشترین زندگیشان در صرف آخرت است، بیشترین زندگیشان صرف عقبایشان است، بیشترین زندگی برای زندگی اصلی صرف میکنند. این بهترین انسان ها هستند. بهترین انسان ها اونایی نیستند که برای دنیایشان کار میکنند. ما شمایی که شب و روز ما به خاطر خدمت دنیای ما، ما انسان بهتر نیستیم، ما انسان خوب نیستیم. چرا؟ تو بسنج که چند ساعت به خاطر عقبای است، چند ساعت به خاطر دنیا. دنیا 60 سال افتاد، نهایتش 120 سال. زیاد به عمر نداری. اما عقبای همیشگی است، کاش که به 120 سال خلاص میشدی. اگر به 120 سال ما خلاص میشدیم، ما تیر بودیم همی دنیا را انتخاب میکردیم، میگیم 120 سال در آخرت خراب شد، خوانی همی دنیا را پارام شد. خود چنان نیست. به 120 سال آخرت کار که 120 سال بیبود حق میشد کرد. میبینیم خیلی یک سختی از این قدر که در دنیا سختی را تیر کردیم از آخرت ها. اگر او 12 سال می بودم قابل تحمل بود. اگر او 12,000 سال می بود قابل تحمل، آخر ما انتها داشت. بلکه او زندگی عبد العبد است. سرمدا، عبدا، خالدین فیها، خالدن فیها. و بمثل هذه زندگی همیشگی است. او زندگی یک روز نیست. بدبختی از او همیشگی است، نیکبختی شما همیشگی است. بعض مردم ابتدان بدبخت اتحاد نیکبخت میشن. بعض مردم ابتدا میرن به جهنم، در اونجا سزا و اعمال خود میبینن، اونجا سزا و جزای خود میبینن، باز به جنت میرن. بعض مردم از ابتدا تا انتها بدبخت هستن که هیچ گاهی جنت نمیبینن. حرام از جنت سرشان. مشرک، کافر، بیدین، کسی که بدون توحید بره از دنیا، بدون ایمان بره، ای همیشه بدبخت شده این بیچاره، خدا بدبخت ساخته. و کسی هم هست که از اول تا آخر نیکبخت است. او انسان الله ما را از اونما بگردانه. الله ما را از نیکبختاش بگردانه که الله محاسبه نکنه با ما. اگر محاسبه شدیم ما عذاب هستیم. پیغمبر علیه السلام می فرماید من حسب عذب. کسی که حساب کردش کرده شد این مورد عذاب قرار می گیره. عایشه رضی الله عنها بهش میگه یا رسول الله، میگه در قرآن آمده که فسوف یحاسبهم حسابا یسیرا. در قرآن آمده که آسان حساب نکنیم که این مؤمنا. این خود حساب آسان هم خدا را تو میگه هر کس حساب شد و عذاب است. گفت یا عایشه، یا حمیرا. عایشه را پیغمبر اسلام که ناز میداد حمیرا برش میگفت. سرخ رنگ. به اصطلاح ما شما سرخ رنگ. گفت ای حمیرا. گفت یا حمیرا تو نمیفهمی که در قرآن آمده که چی است؟ یکی عرض گناست، یکی محاسبه است. او چی است یا رسول الله؟ گفت یکی است که بنده را الله جل جلاله عرض گناه میکنه. عرض گناهی را میگه که گناه های از این را برش آیسته می فهمونه. مثلا یک بنده را الله مورد محاسبه قرار می ده. این بنده با ایسالی که با الله را برزد داره خدای ما ناکام هستم. چی هست؟ امیدش قطع میشه. میگه من هیچ قابل جنت رفتن نیستم. الله میگه الله تنها به این محاسبه می ده. رسوایش نمی سازه به دیگر ها. میگه یا الله من هیچ قابل جنت رفتن نیستم. یا الله از مدیر بدبخت نیم از اون جنت وارد نیم هم. چه جنت تلاسه هم. دا خلزان ناکامه بودی. خلزان ناکامه ای او احساس که نه از جنت وارد نیم هم. رو الله را خود عزت دده و تو هایی چه خلایق و مخلوقاتنا پرت. پرت به مخلوقاتنا دده و تو هایی اپلانی و کتاب پلانه گناه نو کرده. دا ابتدا که انکار رو کرده. و اینا ما نو کرده در گناه. نیمه نکرده این گناه. الله باش میگه فلان وقت میگه فلان گناه نکرده بودی تاریخ و لحظه میگه خوش میگه خدای ولی این گناه را کرده بودم دیگه صحابای علنی و کلام خلاص میشد میگه کرده بودی میگه خدا این نمیگه کرده بودی میگه برو این رام بگیم که تبدیل کرده خوش میشه بسیار خوش میشه باز پروردگار باش میگه فلان وقت فلان گناه را نکرده بودی میگه ایران کرده بودم میگه خود این تا بخشید ایران به نیکی بدل شد گناه را به نیکی بدل کرد
فلان ها فلان کار آخر بگی بنده حدیث شریف نمیگی بنده تمنا میگیره کار که فلان گناه ما به یاد پروردگار بیا بنا میفهمی که از الله یادش نمیره ولی بنده از بسیار خطایی میگه خدای فلان وقتا گناه کرده بودم باز میگه پروردگار خنده میکنه رضا راضی میشه پروردگار کما یلی تو بشانی خنده پروردگار برای الله مربوط الله میدانه که چه قسم خنده میکنه ولی بر ما پیغمبر علیه السلام گفت ما قبول داریم ما ایمان داریم چرا در اسماء و صفات ما بار بار گفتیم ایمان ما شما در اسماء و صفات چی است که ثابت میبریم برای الله رب العزت آن چیزی که الله و رسول برای الله ثابت کرده است و نفی میکنیم از الله آن صفاتی که الله و رسول از او نفی کرده است این عقیده ما شما مسلمان است عقیده مسلمین نبی است که نفعت ما قبض الله تعالی لنفسه و رسوله و ننفع ما نفع الله تعالی لنفسه و رسوله لیکن نفی میکنیم چیزی که الله و رسول برای خود ثابت ساخته است اون صفات ما میگیم که است خودم صفات را که الله و رسول از خود نفی کرده ما خنده یک صفتی است که در احادیث صحیحه آمده رسول علیه الصلاه و السلام فرموده است که خنده صفات الله است الله خنده میکنه این را ما تعبیر هم نمی کنیم بله نتیجه خنده رضامندی است بعضی اینو به رضا تعبیر میکنه ما تعبیر نمی کنیم بعضی ها حتی علما دیگه داره تعبیر میکنه میگه مراد از خنده رضامندی است نه ما میگیم که مراد از خنده خنده است نتیجه خنده رضامندی است ما که بر تو خنده کنم معنی که راضی هستم از کار و خنده کردم که بله را خوب کردی این به معنی رضامندی نیست و خنده الله مثل مخلوق قواره نیست خنده مخلوق قواره نیست الله صفات علایده داره خنده الله یک صفات است که برای الله رب العزت ثابت است مسلمان هم محترم لذا این بنده بنده نیک وقت است که الله به این محاسبه کثیر میکنه این میره عیز گناه میده این نیک وقت انسان هم که الله برای عزیز میگه در روز خلایق به پیشوی مخلوقاتی را نمیشرمانه این بهترین انسان هست الله شما را از اینمی جمله بسازه و این وقتی بشه دوستان که ما اتباع قرآن و سنت را داشته باشیم اتباع هوا و خواهشات خود نیم اتباع خواسته های خود نیم آن چیزی که من به جوانان یک توجیه خاص دارم یک یک خطاب خاص برای جوانان در عمومی است که امروز یک عده افکاری که افکار منحرفه بودن جوانان را فکر و ذهنشان اشغال کرده است و نظریات اینها هر جوان فقط خود مجتهد فکر میکنه و پشت رو خس میگرده آسانی از او رو بگی، آسانی از او رو بگی، آسانی از او رو بگی نه دوست عزیز، این علمای بزرگی که اجتهاد کردن واقعا اجتهاد از وا، این تو اجتهاد ما شما رو وارد موتر نگشتن همین کسانی که ما بنام امامان دینی یاد میکنیم والا مثل ما شما رو زندگی طرفو و عیش هم نداشتن بسیار زندگی عادی، داشتن همه رو فدا کردن مثلا ابو یوسف رحمت الله علیه خیلی بچه سرمایه‌دار بود امام محمد رحمت الله علیه سرمایه‌دار نبود از استادش برش کمک میکرد امام بانیفر رضی الله تعالی ولی ابو یوسف رحمه الله سرمایه دار بود از این خانواده سرمایه دار از این خاطر قضا را قبول کرد چون از این قدیم آدم خانه طرفو زندگی کرده بود امام محمد و امام بانیفر امام بانیفر رحمه الله علیه هم تجار بود تجارت بزازی میکرد تجارت تکه و کالا ولی علی رغم از این همه همه را فدای دین کردن امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام ابن حزم الظاهری، شوقانی، محمد بن سیرین و ما بسی از این علمایی که با میلیون ها علما در جهان اسلام گذاشتن و الحمدلله علی کثرت این اینا همه از یا خواسته های خود فدای دین ساختن بل دین فدای خواسته خود نساختن ولی متاسفانه امروز جوان ها شکار نظریات یک دین شدن که قرآن و سنت رها کرده و فقط پشت آسانی های این و آن میگرد ولی میگه برو سروج گفته دیگه سروج گفته در کتابش نه سروج کسی نیست که قرآن و حدیث بفهمه سروج یک خیال پرداز ناول نویس است یک خیال پرداز ناول نویس است او عالم دینی نیست او عالم دینی نیست که عالم دینی که ولو شیعه باشه دینی باشه او گفت سروج میگه او را نمیگه چرا؟ اوش سروش یک عالم خیال برداز ناول نویس و یک طبع شیری هم دارد این مقدر بس اما جوان عزیز من نمیفهمم کتاب سروش آن داره او بگر تو یک چیز میگی سروش سروش تعبیرهای ذاتی خود را که با عقل قاصر خود جنگانده است او را خیال بردازی کرده در قالب ناول و طبیعی است که طبیعت انسانی به ناول یا به داستان و قصه متمایل است از این خاطر علمایی که کتابای خود در عرصه داستانی این نوشته میگن کتابای از مثلا نسیم حجازی خدا رحمت کنه دورا خوب عالم بوده کتابای از نسیم حجازی که همین برای گم میشه بازار زیاد خریدار الا چی است که نسیم حجازی یک آدم ناول نویس بسیار زیباست
همیشه که یک تاریخ بخواهید نقل کنن، چنان نقل میکنن که آدم را صحنه میاندازن. کتاب داره که شروع کنی تا ختم نکنی آرامت نگیری. هیچ کار ندارم. نان اعلامی کیا و اعلامی کی کتاب های نسیم حجازی را بخوانیم و ضرور بخوانیم. داستان های از مجد و عزت و برم مسلمان های باید کرد. آن چیزی را که الله و رسول برای ما میگه او فراتر از خیال ها و نظریات عقلی دیگر است. جوان های امروز ما فقط آسانی های این و آن گیر میکنن و این آسانی های این و آن همه باعث به این میشود که عاقبت یک انسان پیرو هوا و بلحوث میشه. میگه فلان چینین گفته و فلان چینین گفته و فلان چینین گفته. نه فلان بگذار. یک دفعه به عبدالله ابن مسعود بود اغلبا یا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه بود یا عبدالله ابن عمر از نمیسه عبادالله یکش بود، کس برش گفت که تو چینین میگی و چنان، گفت زود است که سر شما سنگ ببارم، من براتون میگم که رسول الله چینین میگه و شما میگی که فلان چینین میگه. اگر اون کسی که بود بعد از رسول الله آدم دوم صحابه بود برای از اون نقل میکنم، میگه فلان اینطوری میگه و شما رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما برتیم که رسول الله میگه تو میگه فلانی میگه، میگه شما حق از این داره که سنگباران شدید، سنگسار شدید در مقابل رسول الله. اونها قدر منتظم بودن. امروز که نام عبدالله ابن عمر میگیریم، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس میگیریم، موهای بدنمون بلند میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما همه چیز خدا فدای رسول الله کرده بودن، همه چیز خدا فدای قرآن کرده بودن، همه چیز خدا فدای حدیث پیغمبر علیه السلام کرده بودن. از اون خاطر انسان های ماندگار تاریخ است. انسان های ماندگار تاریخ هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد و عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما. انسان های دوامدار تاریخ اینا میاستن. واقعا محبت به الله و رسول داشتن، واقعا الله و رسول دوست داشتن. از اون خاطر میگه شما حق عزیز دارید سنگباران شدید. ما براتون میگم آسمان چرا من افتاد که ما براتون میگم رسول الله میگه و شما میگه که فلان و فلان میگه. جوانان عزیز، بزرگان، آنچه که رسول الله گفته ده او خیر از ثواب است. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه و ارضاه میفرمود، میگه من کان یقتدی منکم فلیقتدی بمن قد مات و ان الحی لا تؤمن علیه الفطر. حتی در مقابل اصحابی گفت، میگه کسی که میخواه از شما که اقتدا کنه، اقتدا کنه به اون اصحابی که گذاشتن، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف و طلحه بن عبید الله و زبیر بن عوام و امثال عزیز حمزه بن عبدالمطلب و امثال عزیز، به اونا اقتدا کنید. میگه به رسول الله صلی الله علیه و سلم که اونا در رای رسول الله رفتن. فان الحی لا تؤمن علیه الفطر فتن. میگه زندگی است از فتنه مأمون نمیمان، حتما در معرض فتنه است. این کسانی که امروز این ناول نویس ها و داستان نویس ها و خیال پرداز ها و شاعر ها و فلان و فلان، ما بر قرآن میخوانم تو بر نمیگیره شعر آمده. این لذا این گپ خیر گپ کمزور است، خیر گپ ضعیف است که در مقابل الله و رسول ما گپ کسی دیگه را قبول کنیم. نه، الله و رسول گپ از وا شکننده ندارد. لا يعجزه احد، هیچ کس الله را عاجز ساخته نمیداره، نمیتونه که الله را بشکنانه. هیچ کس نمیتونه که از الله کلا قویتر گپ بزنه، از رسول الله کلا قویتر گپ بزنه. به اون خاطر ما گپ رسول الله را اعلام میکنیم به خاطر نویس یک خط فارسی و دری و عربی و انگلیسی که یک کس دیگه بر ما نوشته. ما بس از قرآن دلیل میگم، این بر ما میگه که فلان عالم چرا ذاکر نایک چرا چنین میگن و قذابی چرا چنین میگن. نه، اینا کل علمای بزرگوار از ما کلا خوبتر هستن، اما از رسول الله کلا خوبتر نیستن. هرگاه که حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیدا شد، اون در مقابل حتی امامای مذاهب از امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفه، امام مالک رضوان الله تعالی علیه اجمعین که اینا بزرگترین مجتهدین امت اسلامی هستند، بزرگترین علما و فقهای عصر خودشان هستند، این علما مبارکا میفرمودند که هرگاه حدیث صحیح یافتین سخن مرا در دیوار بزنید، حدیث صحیح را بگید. هر دو میگه یک حدیث صحیح ثابت شد، علما راهش مذهب است. هر کدام از اینا میگه و هر کدام از اینا میگفته که آنچه که از هزار کس گپش گرفته میشه و رد میشه غیر صاحب این دین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. امام مالک رضی الله تعالی عنه در داخل مدینه درس میداد، همین جایی که فعلا به نام روضه یاد میشه، روضه الجنه، ریاض الجنه، جایی که کسانی که حج بردن الله شما را دار بار ببره، قالین سرد رنگی است. این همین قسمت ایجا درس میداد از عبدالله مالک ابن انس رضی الله تعالی عنه، باز میفرمود که کل من یؤخذ عن قوله و یرد علیه الا صاحب هذا القبر.
میگه هر کسی گپش یا گرفته میشه یا رد میشه، حتما ولی صاحبی قبر گپش رد نمیشه. چرا؟ قول او قول الله بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، سخنش سخن الله است، اگرچه از زبان از گلون بنده الله برای قول رسول الله قول الله جل جلاله است. رسول الله خطا نمی کنه هیچگاه، در مورد دین پیغمبر خطا نمی کنه، گناه هرگز نمی خطا نمی کنه. آنچه که پیغمبرای الهی خطا می کنن در عرصه اجتهادات شخصی زندگی شماست، در عرصه دین پیغمبر خطا نمی کنه هیچ وقت، هیچ وقت. موسی علیه السلام میخواست یک آدم تعذیب کنه، سینه زدش و سینه رفت مرد آدم. یک خطا موسی علیه السلام بود که در عرصه تعذیب کار کرد، نه در عرصه دین. در عرصه اجتهاد دین پیغمبر هیچگاه خطا نمی کنه. در تجربه دنیایی امکان داره که پیغمبر یک تجربه نداشته باشه، دیگر تجربه داشته باشه و بهتر. پیغمبر علیه السلام در بدر آمد، جای برای خود چهار انتخاب کرد. من بار رفته بودم بدر دیدم، بدر بسیار دورتر است، پیسه مصرف کردیم گفتیم خیر بریم که همون نقشه را درست دوستای دیگه علما بودن که ما بگید نقشه را صحیح ببینیم در دیگه وقتا خود دیده نمیشه، چون ما قبلا رفته بودیم و خود قبل ازدحام بیروبارانه بود دیگه. جای بالاتر رفتیم، بالا شدیم برای مولوی صاحبایی که بودن و بعضی رفته بودن بعد نه، این نقشه را بین خود ما که دیگه ما تشریح میکردیم، گفتیم که همون قسمتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چی ساخته بود معسكر اولی، این همون قسمتی بود که ما شما استاد هستیم، این قسمتی که ما شما استاد هستیم، این قلیب اول است یا چای اول بود، این قسمت دوم سوم قهر اونجا که آل فیلن شهدا دادند، این قسمت اصل معرکه بود. صاحب بهش میگه یا رسول الله این نظر شخصی است که اینجا گفت کمپ زدی معسكر یا به اصطلاح سرپوجشی راجع میکنی کمپ کی اجازه دی، نظر شخصی است یا فرمان الله است؟ گفتنی دیگه از الله چیز نیست، برای فرمان الله نیست، من نظر شخصی من است، یک تجربه جنگی است، یعنی که باید معسكر یا چی را جور کنیم، کمپ جنگی خود همیجا بود. گفت نه یا رسول الله چه جور نکن، گفت بخاطر اینکه دو چاپ بر دشمن میمانه، این چاره کور میکنیم پیشوری ما دیگه چاره او را هم کور میکنیم پشت سر ما میمانه، ما پیشوری در چای سیو میریم که از اون آب خود دشمن ما آب نمیداشته باشه. پیغمبر گفت بهتر وارداریم کمپ ها آور داشتن، رفتن تقریبا یک 300 متر پیشتر، 300 متر پیشتر نه کمتر از این، چون دراست اونجا پستی و بلندی داره، فکر کنه که پستی و بلندی 300 متر پیش این قسمت رفتن، اونجا کم زدن دو چای پشتر خود سنگ سنگ انداختن کور کردن اونجا، که اگه ضرورت شد سنگ ها خود ما پس میآوردیم، دشمن استفاده کردن نتونه، به خاطر اینکه اگه اون لوچ میبود دشمن از دیگر هم میاد دو چای محاصره میکرد، اینا که کور کردن پشتر خود سنگ ها انداختن که اگه ضرورت شد دشمن به اینقدر فرصت باز نداره که در صحنه جنگ رو واس کنه برای خود، اونا که اصلا پشت سر خود ماست هر وقت یک پنج نفرن که بره کار کردن میفهمه. لذا این موضوع شخصی رسول الله صلی الله علیه و آله بود، پیغمبر خطا نکرد، انتخاب کرد، ولی یک موضوع شخصی بود، هیچ برای دین رابطه نداشت، تجربه دنیوی بود، دین فقط برای بود جهاد بود، اما نحویش برای تجربه دنیوی مانده که چه قسم جهاد بود، نحویش برایش نگفته. پیغمبر علیه السلام در مدینه منوره مردم خورما را پیوند میکردن، گفت چی میکنن؟ پیوند میکنن مرد و زن پیوند، این تجربه شخصی دنیوی است. پیغمبر اعظم از اهل مکه بود، در مکه نه خرما میشنه غیر خرما، مکه جای بسیار خشک است، کوه هاست درست کوست خشک، این چیز زراعت نداره مکه. دیگه آمد گفت خوب پیوند میکنی؟ گفت پیوند نکنی به موارد طبیعی بان شاید که خوب حاصل بده. این تجربه شخصی رسول الله بود، نمیفهمید چون اهل خرما نبود، پیغمبر اعظم اهل زراعت نبود، این یک دیقان میفهمه، مولوی صاحب نمیفهمه، ولی من اگر دیقان از مکه خوبتر میفهمم در موضوع دیقانی، او کتاب را نمیفهم، دیقان نمیفهم، یک دیقان هم یک گفت از من که خوب قوی میاد که بگه که چی وقت پیوان بست، برای که بگه چی وقت پیوان که میگه من وقت تازه بود پیوان کن، ولی دیقان میگه نه، میگه پیوان وقتش معلوم است، در ماه هود پیوان کن، در ماه جوزا پیوان کن، در ماه سرطان پیوان کن، او برات میگه. لذا یک آمد پیغمبر فهم به دیقان ها مشوره شخصی دار دونه، دیقان ها فکر کردن که این موضوع دینی شاید باشه، امر رسول الله صلی الله علیه و سلم نکردن پیوان که پیوان نکرد، درختها عادت داده بود با پیوان، عادت کرده بود وانچه که از عادتش برای مسیرش منحرف بشه خراب میشه. سال آینده خرما بسیار کم شد، بسیار کم. آمدن پیش رسول الله که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم تو امر فرمودی ما خرما را به حال تبعیش مانده، این یک اجتهاد شخصی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. شخص رسول الله فکر میکرد که هرچی به تبعی باشه اون خوبتر است، در حالی که چیزا مجرب است و تجربه ثابت میشود، تجربه باید این را ثابت بسازد نه طبیعت. این چیزای تجربی، یک درخت امیال خود بکار، این که یک انسان مجرب بود تربیه نکنه هیچ حاصل نمیده،
هیچ آسان این کیو کنار خلاص داره برادرهای مسلمان پیغمبر علیه الصلاة و السلام گفت کی نگه انتم آمنو به دنیا تو یا به امود دنیا تو شما کار دنیای تن خودتر نیست ما هیچ تجربه دنیای بود ما اهل مکه تجربه نداشتیم یک نظریه تو هم برتون نظریه ما شو نظریه شما از مکه خودتر است اما در کار دین پیغمبر خطا نمیکنه آنچه تعبیرهایی که امروز برتون میکنه این تعبیرهای دینی نیست از اون خاطر ما نظر رسول الله نمیتونیم بخاطر سروش و امثال سروش و شریعتی و امثال شریعتی یا این آنه که در افغانستان و پاکستان و هند و ایران و سعودی و امثال عزیز هستن نه آنچه که الله گفت آنچه که رسول الله که ثواب دنیا و آخرت است در اون عزت ما نهفته است اصلا به الله عزت امت تا مادام بر نمیگرده تا چی در چنگ نزنن که گذشته امت که عزت داشتن امت چنگ بزنن صحابه چرا عزت داشتن و چی کرده بودن اقتصادشان قایدر ماه نبود ما اقتصاد ما قایدر از اونا از وقت بلندتر اون نانه که من میخوام ما باکر رضی الله تعالی عنه زندگیش نخورد امیر المومنین بود ولی قایدر ما زندگی ترقو نداشت ما انسان های امروز لباس که من میپوشم ما باکر صدیق رضی الله تعالی عنه به یک قسم لباس نرم و ملایم و خوب طبیعی نپوشیدن اما اینطوری که وقتی از اون چیز خوب نبود وقتی از اون خوبترین چیزها بود ولی ما نمیکردن نمیرسید برشان مجبور که حق دیگران رو میخوردن نمیخوردن حق دیگران خود تحمل میکردن نگه خیر گرسنگی خوب است نه حق دیگران اما سواد امروز خیلی سواد در جزیره عربی من کتاب علم سواد آموزی از دیدگاه اسلام دو کتاب خود من نوشته کردیم که در جزیره عربی پس تحقیق که از ابن حجر کردیم و از صاحب اصول الغابه فراموش کردم نامش از او از دو عالم نظریاتشون آوردیم و نوشته میکنم که در تمام جزیره عربی 17 نفر با سواد بود یعنی حتی قلم یاد داشت معروف بودن اینا به نام معروفین که هرچون خلفای اربعه راشدین رضی الله تعالی عنهم وارضاهم اونا هم از جمله نویسنده های کتاب مشهور جزیره بودن معروفین بودن ها فلانی عمر میگه خطا میفهمه علی خطا میفهمه عثمان خطا میفهمه دیگه بعضی صحابه های دیگه هم بودن دیگه دیگران یاد نداشتن سواد امروز رو بکن از یادتر از نسبت سواد خط نوشتن هم ساده ولی چرا مجد و عزت و برم و شرفی که اونا داشتن ما نداریم علتی است که وابا چیز چند جده بودن ما او را رها کردیم قرآن را که ما کم گرفته بودن سنت را که ما کم گرفته بودن ما امروز رو اعلان کردیم از او قدر زندگی ما یک خوار و ذلیل و زبون است که امروز ببینیم جهان اسلام در تجدی زندگی میکنه در گدایی زندگی میکنه تمام نعمت ها و ثروت های خدا داد از ما ولی ما مثال اجره که جیبای پر باشه از پیسه و ما گدایی کنم از جیبای ما که دیگه گرفتم رو از او گدایی میکنم این مثال اجره داره این ثروت های خدا داده که ما شما داریم اروپا نداره نفت کلش در جهان اسلام است غاز کلش در جهان اسلام است معادن احجار کریمه کلش در جهان اسلام است معادن فلزات نجیبه کلش در جهان اسلام است دیگر ها چیزی ندارن اگر داشتم مثل کدو واره خالی کردم بد نخورد اما آنچه که پر مانده مثل تربوز واره جهان اسلام و کشورهای اسلامی است که اونا برایش چشم دوختن از این خاطر از قدیم الایام مورد یورش و مورد حتی جنگل های طبیعی ما کوه های سر و فلک ما دره های زیبای ما آب های زلال ما همه از آن ماست جهان اسلام هم هیچ کشوری نیست که از ثروت‌های طبیعی خداداد نداشته باشه ولی امروز جهان اسلام دست گدایی به دیگران دراز است چرا به خاطر اینکه یا برآمدن از اون منحنی که اینا خدا عزت میداد و رای عزت خود اعلان کردن رفتن پشتگاه پشت روز دویدن ناکام ماندن روز پیش رفتی یا پشتر ماندن و خوار زبون اعلان شد گاه پشت امریکا دویدن امریکا هم اینا رو رها کرد و اعلان کرد یا خوار زبون گاه پشت انگلیس دویدن گاه پشت هند و چین و پاکستان و امثال از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی پشت این آن دویدیم ما لذا اگر میخوای عزت و شرف و آبروی از دست رفت این ما دوباره برای ما بیاید اینطوری که ما از دست ندهیم واقعا ما از دست دادیم میفهمید؟ یک بار امیر امپراتور رومان بیزنطینیا خط نوشته میکنه به امیر المومنین هارون الرشید میگه از این بابا در این جزیره من نمیتونم دیگه اعلان برش میکنم میگه من عظیم روم الى امیر المومنین هارون الرشید نوشته میکنه برایش که لا نعطی الجزیه بعد عام هذا بعد از امسال ما جزیه نمیدیم و این اطلاق قانون بین دولی از ثابت اینه بود که اگر جنگ هم میکردی از پیش اعلان میکردی
اگر رسول هم نکدی از پیش اگر ماهیده را مشکستانیان باید اعلان میکردی که ما از این ماهیده ببرایم گفت ما جزیه را گذیب آمده ببرایم نمیدیم گفت خوب همین وقتی که با هارون رشید تان پیغمبر نبود صحابه هم نبود تابعین هم یک مسلمان عادی مثل ما شما را وارد بود منطقه بسیار خوبی ها از ما کده خوبتر بود در بسیار موارد با گناه زورش میکشید ولی نمیکرد گناه حتی الوسط آدم بسیار خوب دمی عرفات کس که رفته باشه یک نهر به نام زرقه است از طایف تا به عرفات بر مرکجان نهر اوائی تیر کرده است آلی آمد به نام نهر زبیده یاد میشه بغل بغل کوی عرفات همی تا آمده پیش آمده که هر کس در عرفات تشنه روانه اما خدمات بزرگ به اونا کردن و به مثل این بسیار خدمت اکی خط برش میرسه هارون رشید میبینه که مجد و عزت اسلام زیر پا میشه جزیه را ما ضرورت نداریم به مال کسی مال از اون کنه ما زیادتر مال جهان اسلام داره ولی حکومت الهی زیر پا میشه حکم الهی نوشته میگنه من امیر المؤمنین هارون رشید الى قلب روم الجواب ما ترى لا ما تسمع میگه از طرف عظیم روم از طرف امیر المؤمنین هارون رشید به سگ روم او خود عظیم روم معرفی کرده تو به سگ روم جواب آن میبینی نمیشنی ما جواب به زبان اعلان نمیکنیم عملا میبینیم که جواب چیست لشکریان مارش میکنه 100,000 نفر که برسه روم حمله میکنه وقتی که عظیم روم خبر میشه میگه نه ما ایشی میکنیم میگه ما با جنگ نمیکنیم جزیه را میگه دو برابر میکنیم جنگ نه گفت بله جزیه را دو برابر کن باز برش کسی برس میگه که چرا منحرف شدی گفت به خاطر اینکه در قرآن آمده که نماز در قرآن عظیم شان آمده که میفرمایه حتی یعطی الجزیه عن یده وهم صاغرون تا اینکه جزیه را به دست خود به ذلت بده یک بار به امیر المومنین عمر رضی الله تعالی عنه جزیه را در پوست رای کرده بودن از رای پوست خانه یا به دست کسی دیگه رای کرده بود به دست افراد خود رای نکرده بود حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پشت سر روان پس مستردش کرد مانه گفت که امیر المومنین جزیه را چرا ما پشتر میکنی؟ جزیه در آمد و تو جزیه را تاخیر میکنی؟ و پس روان میکنی؟ و برش آیات می خانه میگه حتی یعطی الجزیه تعید و هم صاغرون تا اینکه به دست خود بیاره میگه جزیه را پس ببره به دستای خودتان روان کنه خودتان بیاره ما جزیه را به واسطه پوست قبول نمی کنیم گفت به دست خودتان بیاره اما بود که به دست خودشان جزیه را آوردن ذلیلانه خوارانه پیش کردن بعضی بازی گفت این حادثه شد درست شد بس علمی مجد و عزت فقط و فقط در قرآن و حدیث و در چنگ زدن به دین است و بس بغیر از شما عزت نمیافید بغیر از شما آرامی را نمیافید بغیر از شما زندگی با آبرو را نمیافید نه در روس میافید نه در امریکا میافید نه در چین میافید نه در پشتر فرانسه و هند و بریتانیا و امثال از این کیو 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 کی رفتن در هیچ پشت هر کشور و هر مردم برید شما عزت حاصل کرده نمیتانید بجز از اینکه تا به قرآن و حدیث چنگ نزنید هذا واحد دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وسنة النبي المطهر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه جواد الملك ملك كريم بر ورب ورؤوف ورحيم خود تو عیش کستدیل خدا خدا نمیکنی خدای چاره ساز را چرا صدا نمیکنی چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمیکنی خدای چاره ساز را چرا صدا نمیکنی چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمیکنی خدای چاره ساز را چرا صدا نمیکنی چرا صدا نمیکنی چرا صدا